در پی اقدام تروریستی اخیر در استراسبورگ فرانسه و نگرانی درباره احتمال وقوع حملاتی مشابه در ایتالیا، تدابیر امنیتی در شهرهای بزرگ این کشور از جمله شهر روم و واتیکان افزایش یافت. در آستانه جشنهای سال جدید میلادی، حضور نیروهای پلیس و ارتش و ایجاد موانع بتونی در شهرهای مختلف تقویت شده است. فرانکو گابریلی، رئیس پلیس ایتالیا، با تاکید بر مراقبت ویژه پلیس در این ایام از بازارچه‌های کریسمس، از ایجاد بانک جدید اطلاعاتی پلیس ایتالیا برای مبارزه با تروریسم و کنترل مسافرانی که با هواپیما سفر می‌کنند خبر داد. با هماهنگی‌های انجام شده از این پس تمام اطلاعات مسافران از طریق شرکت‌های هواپیمایی دریافت و وارد بانک اطلاعاتی پلیس خواهد شد که متعاقباً مجموعه اطلاعات کسب شده از مسافران مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بیم احتمال حملات تروریستی بار دیگر شیرینی جشن‌های سال جدید میلادی را به کام ایتالیایی‌ها تلخ کرده است. وقوع حملات تروریستی مانند آنچه در استراسبورگ اتفاق افتاد بسیار نگران کننده است. متاسفانه استقرار این همه نیروی نظامی و پلیس در خیابان‌های شهر روم نشون دهنده اینه که امسال نیز نمیتونیم با آرامش جشن‌های آخر سال رو برگزار کنیم. در همین حال نشست کمیته ملی امنیت ایتالیا به منظور بررسی اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی در این کشور با حضور مقامات امنیتی و پلیس این کشور و به ریاست ماتو سالوینی وزیر کشور ایتالیا برگزار شد. نیروهای پلیس و ارتش علاوه بر حضور در خیابان‌ها و میدان‌های پرتردد برای نظارت و حفاظت نیز در ایستگاه‌های مترو، قطار، مراکز تجاری و همچنین بنادر و فرودگاه‌ها به صورت گسترده مستقر شدند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.